برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با تلاش و همت روابط عمومی مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام، چند روزی سفره ضیافت افطار در شهر مقدس کربلا پهن می شود و تعدادی از روزداران و عاشقان امام حسین علیه السلام از آن بهره مند می شوند. هزینه های برگزاری این ضیافت های افطاری از سوی برخی از خیرین و بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تأمین می شود و روز به روز در حال بیشتر شدن است. با وجود مخالفت و درخواست اوکراین از اعضای شورای امنیت برای مخالفت، روسیه ریاست دوره این شورای سازمان ملل را بر عهده گرفت. آمریکا گفته که نمیتواند روسیه را که یکی از اعضای دائمی این شوراست از ریاست بر آن منع کند. آمریکا همچنین گفته که انتظار دارد هیئت روسیه در این زمینه به صورت حرفه‌ای عمل کند. هر یک از 15 عضو این شورا به مدت یک ماه به صورت چرخشی ریاست این نهاد را بر عهده می گیرند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد می گوید علارغم پیشرفت های مهم، افراد دارای اختلال اوتیسم همچنان با موانعی برای استفاده کامل از حقوق و آزادی های اساسیشان مواجه هستند. دبیر کل سازمان ملل خواهان فرصت‌های شغلی برابر و ترویج آموزش فراگیر برای افراد دارای اوتیسم شده است. روز جهانی آگاهی اوتیسم دوم آوریل است که به عنوان یک روز جهانی به رسمیت شناخته شده است. اوتیسم اختلال پیچیده و چند وجهی رشد و شکل‌گیری سیستم عصبی است، اختلالی که پردازش اطلاعات و ادراک را مختل می کند و بر شکل‌گیری تعامل اجتماعی، ارتباط‌گیری و رفتارهای انسانی اثر می گذارد. صالح الرشید، مدیر اجرایی کمیسیون شهر مکه مکرمه و اماکن مقدس روز گذشته شنبه 12 فروردین 1402 اعلام کرد بیش از 7 میلیون زائر در ده روز اول ماه مبارک رمضان مناسک عمره را انجام دادند. او در توییتی اعلام کرد بیش از 7 میلیون و 400 هزار زائر مرد و زن در ده روز ماه مبارک رمضان به مسجد الحرام آمدند. اولین پالایشگاه راهبردی شهر مقدس کربلا با ظرفیت پالایش 140 هزار بشکه نفت در روز با حضور محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق رسما افتتاح شد. پالایشگاه کربلا در نوامبر گذشته به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد. این پالایشگاه بنزین سوپر 95 تولید می کند که عراق را تا حد زیادی از واردات بنزین بی نیاز خواهد کرد. این پالایشگاه اولین پالایشگاه عراق با فناوری پیشرفته است و همه تولیدات آن از بالاترین استانداردهای محیط زیستی برخوردار است. مجتمع حضرت زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی دامظله واقع در شهرک امید سبز در شهر کابل پایتخت افغانستان میزبان برگزاری مراسم افطار بود. این مراسم شب یک شنبه 13 فروردین 1402 برگزار شد و در آن 450 نفر از طلاب، نیازمندان و نیز ایتام حضور یافتند.